علت این موندن این آبها تو برنامه گفتگوی ویژه خبری ابتدا با یک سوال شروع شد. چه عاملی باعث شد که در واقع جلوی یک فاجعه تو اون مناطق جنوب استان تو این سیل اخیر سیستان و بلوچستان گرفته بشه؟ این به دلیل زیرساخت‌هایی بود که وجود داشت، به دلیل مدیریت بهره‌برداری که در واقع انجام شد. شرط ما نداشتیم چقدر ما باشیم؟ من به نظرم فاجعه بود به معنی دقیق کلمه. منظور از زیرساخت‌هام همان نقش سد کی در کنترل این سیل بوده است، موضوعی که وزیر نیرو در جلسه هیئت دولت با آن اشاره داشته. واقعا این سد آقای رئیس جمهور سال پیش افتتاح نمی‌شد، چه بسا کشته های 10,000 نفره ما توی منطقه می داشتیم. در ادامه هم استاندار سیستان و بلوچستان عنوان کرد که در سیل این استان اندازه 3 سال بارش فقط در عرض کمتر از 24 ساعت رخ داده. اما اگر این سد نبود، کنارک و کهیر و روستاهای اطراف به شدت آسیب می دید. چند روستا با این دست سد کهیر بود؟ ما حدود 30 روستا اطراف سد کهیر داریم و خود کنارک هست که اینا آسیب میدید. یکی دیگر از مباحث این گفتگو تاثیرگذاری این بارش ها در رفع تنش آبی بود، موضوعی که مردم این مناطق سالها در بخش آب شرب و کشاورزی با مشکلاتی مواجه هستند. برای 4 سال اون مناطق تحت پوشش رو خیالشون راحت بود. آب شرب. بله، شرب و کشاورزی. همچنین در این برنامه به موضوع خسارت‌های وارد شده به راه‌های روستایی مناطق سیزدم پرداخته شد. وقتی از جاده‌های روستایی ببینید الان به این وضعیت دچار شدن. گودال ایجاد کرده تو جاده، وسط جاده خود گودال ایجاد کرده. برای رفع مشکلات استاندار سیستان و بلوچستان خبر از انعقاد 80 قرارداد با پیمانکاران رو داد. حالا که اینا کلا مرمت میشن جدید؟ بله، اینا رو الان داریم تو حال، اینا یه مقدار زمان میبره. بعد این پولا مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه، بعضیش ظرف 2 ماه تموم میشه، هم بعضی ظرف 6 ماه تموم میشه. مثلا شما پل قصرغن یه پل بزرگیه. درسته. این بخشش تو سیلابای قبلی تخریب شده، بخشش هم تو این سیلاب تخریب شده که باید کامل این پل اجرا بشه. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.